تصاویر زنده از آنتورپ. بله ما صدا رو نداریم متاسفانه، اگه بشه اتاق فرمان صدا رو به ما بدین تا ما ترجمه کنیم. آقای وان رایسل میبینیم و آقای بله، همکنون اعلام شد که دادگاه بلژیک اسدالله اسدی رو به 20 سال حبس محکوم کرد و این در حکم دادگاه آنتورپ اعلام شد که همکنون وکلای مقاومت ایران این رو دارن در مقابل خبرنگاران اعلام میکنن. هرچند هنوز ما صدا رو نداریم، ولی خب همین الان خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرد که دادگاه بلژیک دیپلمات رژیم ایران رو به خاطر توطئه بمبگذاری در سال 2018 در پاریس که خونسا شد به 20 سال حبس محکوم کرد. این همون لحظه تاریخی است که واقعا هموطنانم خیلی خوب درکش کرده بودند، از ابتدا برای این اومده بودند، برای اینکه ببینن عدالت در برابر تروریسم چه حکم خواهد کرد. 20 سال در واقع همون چیزی است که دادستانان در کیفرخواست درخواست کرده بودند، حداکثر مجازاتی که برای چنین جرمی میشد در نظر گرفته و قوانین بلژیک 20 سال حبس برای دیپلمات تروریست رژیم که امروز شکی باقی نمونده که دستورات بالاترین مقامات و سران رژیم رو دنبال می‌کرده و دنبال پیگیری اون بوده، دیپلمات تروریستی که مسئول شبکه جاسوسی رژیم در اروپا و هماهنگ کننده همه مزدوران بوده. تصاویر شور و شادی اشتیاق هموطنان رو می‌بینیم که در محوطه بیرونی دادگاه صحبت‌های وکلا و نمایندگان مقاومت ایران رو می‌شنوند و همینطور تصاویری داریم از اقصی نقاط جهان و از اشرف سه رزماوران آزادی که اونها هم به طور مستقیم در حال دنبال کردن نتایج دادگاه هستند و می‌بینیم که با تکان دادن پرچم ابراز شور و شادی می‌کنند با شنیدن اینکه دادگاه حکم بله، خودش رو اعلام کرد. انشالله که صدا رو بعد داشته باشیم و بشنویم، ولی خب مهم اینه که دادگاه آنتورپ لحظاتی پیش در حکم خودش اسدالله اسدی رو به 20 سال زندان محکوم کرد و این عبد همکنون در معرض توجهات بین‌المللی قرار گرفته. 20 سال حکم زندان همونطور که شما هم اشاره کردین خواسته دادستانهای بلژیکی بود که این پرونده را از شروع دنبال کرده بودند. 2 سال تحقیقات بسیار فشرده تا اینکه این حکم اعلام شد و 20 سال حبس به خاطر توطئه شکست خورده تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت برای دیپلمات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی. این حکم در واقع حکم محکومیت رژیمی هست که سیاست‌های خودش رو با ارعاب، با شانتاژ و با تروریسم پیش برده. همونطوری که هموطنان اشاره کردن 42 سال بود که مردم ایران در انتظار این بودند که جهان در این زمینه هم به ندای عدالت خواهانه اونها پاسخ بده و حالا می‌بینیم که در دادگاه آنتورپ سوئیس ببخشید بلژیک رژیم به این ترتیب محکوم میشه. می‌بینیم تصاویر آقای فرزین هاشمی رو از نماینده شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ هستند. بله. ایشون در کنار ببخشید من بگم وکیل جورج هانری بوتیه در سمت راست ایشون و وکیل ریک وان رویسل در سمت چپ ایشون، وکلایی که از شروع این روند در کنفرانس های مطبوعاتی اول شرکت کردن، خود دادگاه رو در واقع در اون شرکت کردن و بارها و بارها گفتن جزئیات قضایا رو و اسنادی که توسط مقاومت ارائه شده بود و انکارناپذیر بود که تمامیت رژیم آخوندی پشت این جنایت، پشت این توطئه تروریستی قرار داشته و امروز محکومیت این دیپلمات رژیم، همونطور که قبلش آقای مهندسین هم اشاره کردن، در واقع محکومیت تمامیت یک رژیمه که 42 سال با سرکوب در داخل و صدور تروریسم و بنیادگرایی در خارج داره به حکومتش ادامه میده. و باز هم تصاویر هموطنان در محوطه در حال شنیدن سخنان وکلا و نمایندگان مقاومت ایران، هموطنانی که ابراز خوشحالی میکنند از صدور حکم 20 سال محکومیت برای دیپلمات تروریست رژیم که تحت عنوان سفیر یکی از مقامات سفارت رژیم در اتریش فعالیت. ببخشید هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، دوستان گرامی، خواهران و برادران،
توجه کنید، توجه کنید. لحظاتی پیش قرائت حکم دادگاه بلژیک در آنتورپ پایان یافت. حکم مصونیت دیپلماتیک اسدی، ببخشید، حکم مصونیت دیپلماتیک اسدی، دیپلمات تروریست این رژیم را قویاً رد کرد و او و سه مزدور همدستش را مجرم شناخت. حکم تصریح می کند که این عملیات جنایتکارانه در تهران آماده سازی شده و بمب با بسته دیپلماتیک از تهران به اروپا منتقل شده است. اسدالله اسدی دیپلمات بمب دست رژیم آخوندی را به 20 سال زندان، یک بار دیگه می خونم، اسدالله اسدی دیپلمات بمب دست رژیم آخوندی را به 20 سال زندان، مزدور نعامی را به 18 سال زندان، مزدور عارفانی را به 17 سال و مزدور سعدونی را به 15 سال زندان محکوم کرد و تابعیت بلژیکی نعامی و سعدونی و عارفانی باطل شد. با تبریک به عموم مردم ایران، با تبریک به شهیدان والا مقام جنایات تروریستی رژیم، با تبریک به همه رزماوران آزادی. خب همکنون ما در ارتباط زنده هستیم با 3000 نقطه در 40 کشور جهان که هموطنانمون با اشتیاق این حکم رو دنبال می کنند.